هموطنان عزیز، در برنامه امشب محترم دکتر نورآحمد خالدی، دانشمند، شاعر و نویسنده افغانستان را با خود داریم. امشب باز هم در مورد تاریخ زبان دری، شعر دری و همچنان با یک تعداد سوالاتی که در پروگرام گذشته با آن جواب داده نشد، امشب باز هم به این صحبت ادامه می دهیم که امین هکنون محترم خالدی صاحب با ما در لین تلفن است. جناب دکتر صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که یک بار دیگر دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. محترم آشنا صاحب، تشکر از شما که بازم برای ما اجازه دادین در پروگرام شما صحبت کنم. همچنان سلام خدمت شنوندگان محترم شما. تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. اگر در برنامه امشب در رابطه با تاریخ زبان دری و همچنان شعر دری صحبت نمایید که از کدام زمان و از کدام سرزمین شروع شده؟ محترم آشنا صاحب، زبان دری برای که ایره واضح کنیم بهتر است از سرزمین هایی که زبان به او صحبت می شود اول صحبت کنیم. سرزمین هایی که فعلا به او قبول داریم که زبان دری، از اونجا دری امروزی و فارسی که در ایران صحبت میشه از اون نشد کرده، این سرزمین ها در آسیای مرکزی، شمال افغانستان امروزی و خراسان باستان، این سرزمین هاست که تاریخ 5000 ساله داره و پیش از میلاد مسیح و مرکز از این بلخ بود که به نام بختی یاد می شد و ما در تاریخ می خوانیم که شاهی بود به نام یما یا جمشید که در اونجا زندگی می کرد و در این زمان تمدنی در اینجا ایجاد شده بود که ما او را به نام تمدن آریایی می شناسیم و این از در اوائل قرن میلادی این سرزمین ها که بعداً او را یونانی ها به نام آریانا یاد کردن شامل تخارستان بود که مرکزش بلخ بود و شامل کابلستان بود، شامل غزنه بود، شامل بخارا بود، سمرقند، مرو که فعلا در ازبکستان است و در ترکمنستان است، شامل هرات بود که بخشی از افغانستان است، سیستان و گندهارا که به نام قندهار امروز معروف است و بلوچستان که فعلا در جنوب افغانستان و در غرب پاکستان موقع داره و بخشهایی از ایران هم در بر میگیره. این مناطق همه در اون زمان به نام آریانای قدیم ما میشناسیم به اصطلاح یونانیش، اما این اصطلاح خود یونانی هم از اسم اصلیش به نام آریا سرچشمه گرفته که در سانسکریت هم بود و این مذهب این مردم مذهب زرتشتی بود و در اون زمان خود زرتشت در بلخ زندگی میکرد، مرکزش بود و زبانهای مردم این مناطق زبانهای اوستایی بودن که این زبان ها بعدا انکشاف کردن با اختلاط با دیگر زبان ها، مازلند زبان تخاری سغدی به دری مبدل میشه در مناطق که افغانستان فعلی و اطراف دریای امو. در این زمان در غرب ما بعدا پیش دیگه به غرب بریم، محققین نشان میتن که ایخو تاریخ بیش از 5000 سال است. به تدریج مردمای این سرزمین کوچ میکنن، میرن به مناطق فعلی ایران و که برنامه پرشیاد میشه یا فارس در گذشته و اونجا کوچ میکنن که متعاقبا در 2000 سال قبل امپراتوری هخامنشی را تشکیل میتن و این امپراتوری هخامنشی این مناطق مرکزی را زیر تسلط خود میگیره و زبان از یا همین زبانهای در اون زمان زبانهای اوستایی بود یا پهلوی
اشکانی که در این مناطق یاد میشه. بعد این با تمدن با شکست هخامنشا توسط یونانی ها، تمدن یونانی در اینجا میاد و بعد از یونانی ها ما داریم تمدن را که در کاپیسا ایجاد میشه توسط کنشکا و این زبان های محلی رشد میکنه. زبان دری زبان است که با اختلاط زبان پهلوی اشکانی و زبان های تخاری و دیگر سعودی انکشاف میکنه و از شرق به طرف غرب میره، به طرف ایران امروزی یا فارس. در ایران زمان ساسانی ها زبان پهلوی ساسانی بود و در دربار ساسانی ها زبان دربارشان به نام دریات که از همین زبان مردم بلخ اشتقاق شده گرفته شده. این تاریخچه بسیار قدیم شد. نال زبان دری و زبان فارسی که در پارسی که در ایران به او صحبت میشه سه مرحله را میگذرانند. یک مرحله قدیم شد که مون زمان پیش از یونانی هاست. بعدا پارسی میانه است که او هم زمان است که ساسانی ها در او قدرت دارن و بعدا پارسی نو یا تازه آمدن اسلام ای انکشاف میکنه. در شرق زبان پارسی دری ای در همزمان با زبان پهلوی وجود داشته و انکشاف کرده. با آمدن اسلام در از طرف از غرب و در قرون دوم هجری برای اولین بار در زمان یعقوب لعیس سفار شعر زبان دری بروز میکنه. در گذشته شعر وجود داشت، شعری که با موسیقی یک جا بود، شعری نبود که او رو مردم نوشته داشته باشند، فقط در سرودها بود. از این خاطر چی از او بر جای نمونده. بعد وقتی که زبان عربی با آمدن اسلام رسم الخط با زبان عربی را استفاده می کنن، با آوردن لغات عربی و زبان عربی، زبان نوشتاری عربی، زبان دری به مرحله تازه انکشاف میکنه. و برای اولین بار عرض کردم که در زمان یعقوب لعیس سفار شعر فارسی دری نوشته میشه و حنظله بادغیسی همچنان متعاقب از او از امو سالهای بسیار قبل شروع میکنن به شعر گفتن به زبان فارسی دری. فارسی دری عرض که میکنم به این معنی است که چیزی که در از ایران باستان بود در فارس، ایران خود کلیم اسم تازهیش است ولی در فارس قدیم او لهجای محلیش بود و او لهجای محلی را به نام شعر به نام فارسی دری نمی گفتن، اما زبان پهلوی ساسانی به او اطلاق می شد. اما زبان شعری زبان شعر پارسی دری بود که ای از شرق انکشاف کرد و از خراسان. و قبل از اینکه میره چیزی بیشتری در این مورد بگویم میخواستم که یک نقل قول در قسمت کنم، برای اینکه این موضوع بعضی ها فکر میکنن که مردم افغانستان از لحاظ قاید نشنالیستی خود ای را برای دیدانی های گفه میزنن. من میالا در پیش خود یک کاغذ دارم، من امروز ای را از وبسایت دولت اسلامی ایران در ملل متحد کپی کردم. ای مقاله به نام Literature in the Islamic Era در وبسایت حکومت اسلامی ایران در ملل متحد اگر کسی رو باز کنه ای است. من ولی میخوانم برتون این جمله را. اشته میکنه که The Dari language was in use alongside the Pahlavi language from the Sassanid period. خود دانشمندای واقع‌بین ایرانی به این واقعیت اذعان دارند که زبان دری به شکل زبان مستقل خود وجود داشته. این جدا است با اون ناشنالیست‌های ایرانی که می‌خواهند تمام سرزمین‌های شرقی را جز ایران باستان بدانند و همه را زبان فارسی بدانند. ما براتون چند نمونه را اینجا پیش خود دارم که از شعر که به نام دری از زمان‌های بسیار قدیم گفته شده. مثلا فردوسی
میگه که کجا بیور از پهلوانی شمار بود در زبان دری صد هزار. همچنان میگه به تازی همی بود تا گاه نصر، بدانگه که شهر در جهان شاه نصر. بفرمود تا پارسی دری، نبشتند و کوتا شد داوری. یعنی منظورش ایست که میگه که دعوا بود که احکام به کدام زبان نشه کنن، به تازی که زبان عربی نشه کنن، ولی مردم بسیار مردم نمیفهمید. شاه امر کرد که ایره به زبان پارسی دری نشه کنین و گپ خلاصه شد. فروخی سیستانی نشه میکنه: دل بدان یافتی از من که نکو دانی خواند، مدد خواجه آزاده بر الفاظ دری. خاصه آن بنده که ماننده من بود، مدح گوید و داننده الفاظ دری. یک شاعر دیگه به نام ناصر خسرو بلخی را همه میشناسن نوشته میکنه که: من آنم که در پای خوکان نریزم، مرین قیمتی در لفظ دری جا. سوزانی شاعر دیگه بود که در بسیار زمان قدیم نوشته کرده: صفات روی و آسان بود مرا گفتن، گهی به لفظ دری و گهی به شعر دری. نظامی گنجوی نشته میکنه که: نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. هزاران بلبل داستان سرای عشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. سنایی غزنوی که صوفی بزرگ بود نشته میکنه که: شکر الله که تو را یافتم ای بحر سخا، از تو صفت زمن اشعار با الفاظ دری. انصوری بلخی نشته میکنه که: آیا به فضل تو نیکو شده معانی خیر، و یا به لفظ تو شیرین شده زبان دری. همچنان شاعر معروفه، البته همه ما مشهوریم، سعدی شیرازی نشته میکنه: هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. همچنان حافظ شیرازی نشته میکنه که: زشی دلکش حافظ کسی شود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. اقبال لاهوری میگه: گرچه اردو در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. میبینیم که از گذشته های بسیار دور تا به زمان اقبال، ما مردم و شعرهای معروف ما از زبان دری یاد میکنند به عنوان زبان شعر و زبان مروج زمان خود. متاسفانه در افغانستان ما برای مدت زیاد فارسی میگفتیم. دلیلش ای بود تا قبل سال 1965 ای بود، اگر به خاطر داشته باشیم، پیش از این که میرویس خان و تک دولت اولین دولت رسمی افغانستان ایجاد کنه و بعدا احمد شاه درانی ای را شکل مدرن تر بده و او را به دولت مدرن امروزی تبدیل کنه، در افغانستان نیمروزی صفوی ها حکومت می کردن. صفوی هایی که از مرکزشون اصفهان بود. این صفوی ها مردمان متعصب مذهبی بودن و وی ها و ارزوشان انکشاف مذهب خودشان بود، مذهب شیعه. به این خاطر یا زیاد به زبان و ادبیات فارسی و دری علاقه نداشتند. به می خاطر شعر شعرهای فارسی و دری از فارس قدیم و ایران امروزی که نامش گفته میشه به هندوستان اکتیاز مهاجرت کردن و مرکز شعر همچنان از خراسان تغییر کرد به هندوستان. در هندوستان شعرهای معروف به نام که میشناسیم از جمله امیر خسرو دهلوی، بیدل لاهوری و غیره قد علم کردن. در این زمان بعد از اینکه دولت‌های صفوی شکست خورد و دولت‌های افغان روی کار آمد، این دولت‌های افغان چون عادت کرده بودند در زمان صفوی‌ها رسم و کتابت زبان به گفته صفوی‌ها فارسی بود، این کلمه فارسی برشان جایگزین شده بود و فکر کردند که تمام اقوام دیگه که غیر پشتونی که در اینجا هستن فارسی زبان هستن. به خاطر زبان مثلا تاجیکی را و زبان تاجیک ما را به نام فارسی یاد می‌کنند. ای از این خاطر این کلمه فارسی در افغانستان به عوض دری انتقال یافت و این تا سالهای مدت مدیدی بود، تا این که در سال 1960
63 فکر میکنم قانون اساسی تازه که ایجاد شد ایرا تصحیح کرد و زبان دری را که همون زبان اولیه و تاریخی مردمی سرزمین است به رسمیت شناخت. اینال شما اگر به تاریخ توجه کنید، شعر در همین سرزمین های فیلی، خراسان، در هرات، در بلخ، در سیستان، در مروه، در سمرقند، در بخارا، در اینجا در تخارستان انکشاف پیدا کرده و این سبک خراسانی نامش است که از قرن سوم تا قرن ششم هجری این تکامل پیدا کرد، در خراسان ایجاد شد. تمام شعرهایی را که ما معروف را که میشناسیم همه شعرهای خراسانی است و شعرهایی است که در ماورانهر بودند. ما هیچ شاعر را از ایران امروزی نمیشناسیم تا بسیار سالهای بعد، تا زمانی که بعد از غزنوی ها، بعد از غوری ها، تا زمانی که ما سلجوقی ها حکومت های را در ایران ایجاد کردند. سلجوقی ها خودشون ترک بودند، سلجوقی ها آسیای میانه را گرفتن، ترکیه امروزی را، آذربایجان و ایران را، و در اونجا حکومت های خود ایجاد کردند. در این زمان بود که چون دربار انتقال کرد از خراسان به غرب، دربار رفت به کونیه که مرکز در ترکیه امروزی مرکز سلجوقی ها بود، خوارزمشاهی ها، تا اکثر شعرهای نامدار گذشته ما رفتن به اونجا، از جمله مولا جلال الدین بلخی در کونیه زندگی کرد و بزرگترین آثار زبان دری را ایجاد کرد. کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی رومی که 30,000 بیت داره باعث بزرگترین اثر ادبی یاد میشه در اسلام. به این خاطر آیسته آیسته شعرها ای سبک عراقی ایجاد شد. سبک عراقی چرا میگه؟ برای اینکه ایران در گذشته وجود نداشت، همین منطقه را به نام عجم، عراق عجم یاد میکرد. به این خاطر این سبک چون در غرب، در فعلا در آذربایجان و در قسمت های شیراز و فانی ها ایجاد شد، این به نام سبک عراقی نام گرفت. سبک خراسانی سبکی بود در افغانستان قدیم بود و سبک عراقی که در ایران یاد شد. تفاوت های از لحاظ شعری در این دو سبک وجود داره، به این خاطر این دو سبک جدا میگن، ولی از لحاظ جغرافیایی هم کاملا مشخص است که در شمال غرب ایران این رشد کرد و شعرهای معروف در اون سبک شعر گفتن که از جمله ما حافظ و سعدی را دو شامل میکنیم. خب به این سبک میبینیم تا قرن 7 هجری عنصری بلخی، فردوسی، موئزی همه در خراسان بودن، بخصوص که دربار محمود غزنوی و مسعود غزنوی به شعرها بسیار زمینی تکامل فراهم ساخت و زبان دری بسیار به مراحل عالیش ارتقا دادن. بسیار زیاد تشکر، واکن معلومات بسیار علمی و مجانبه را تقدیم داشتی و ما البته بعضی سوالای دیگر هم داشت در رابطه با انکشاف شعر دری که از کجا شروع شده، با کدام سرزمین و کدام زبان ارتباط داشت. همچنان در رابطه با سوالات دیگر در برنامه آینده صحبت خواهیم داشت. محترم دکتر نورآمد خالدی، دانشمند، شاعر و نویسنده افغانستان، از توضیحات علمی و مجانبه شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر. تشکر محترم آشناسب، خدا کنه که معلوماتی را شده طرف استفاده شنوندگان محترم قرار بگیره. بازم از شما تشکر.